السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول إناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك و نجيبك و سفيك و خيرتك في خلقك، حافظ سرك و مبلغ رسالاتك، بشير رحمتك و نذير نقمتك، سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على ائمه المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پرواپیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که به فرموده امیر بیان، محور حق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین، اگر حفظ کنیم و حراست کنیم، باعث حفظ و حراست من در همه عرصه ها و در همه صحنه ها خواهد بود. الا فسونوها و تسونو بها. مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا از همه خطرات محافظت کنید. هفته گذشته در خطبه اول بحث امنیت و رفاه را مطرح کردیم. این هفته هم در خطبه اول همین بحث را با وارد شدن به بعضی از جزئیات پی خواهیم گرفت، از موارد نیاز و ضرورت امروز جامعه و همه دورانها هست. در خطبه دوم مناسبت تاریخی وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است که از فاضل ارجمند نکات را شنیدیم و انشالله نکات را به عرض می رسانم. موضوعات مربوط به جامعه خودمان و مسائل اقتصاد، مسائل امنیت از موضوعات است که باید در خطبه دوم به اونها هم بپردازیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است مسئله نامه عمل است. نامه عمل بخشش مربوط به فرد است، به یک انسان است که اگر به دست راستش داده شود علامت خوشبختی است، و اگر به دست چپ یا از پشت سر داده شود علامت
بدبختی و شقاوت انسان است. به این بحث نمی پردازیم. بحث امنیت و بحث رفاه با توجه به این نامه عمل اجتماعی که در قرآن مطرح است امروز مد نظر است. از برخی از آیات استفاده می شود که جامعه هم مثل فرد نامه عمل دارد. و ترا کل امت جاثیه، یکی از سوره های قرآن سوره مبارکه جاثیه است با ثه سه نقطه. او زمانی که انسان به زانو در بیاید و قدرت جلو رفتن و رسیدن به مقصد و هدف از او گرفته شود، خدا می فرماید در روز قیامت هر گروهی را که می بینی اینها به زانو در آمده اند. و ترا کل امت جاثیه، هر امتی، امت یعنی جمعیت، یعنی مردم، یعنی جامعه. از این آیه استفاده می شود که جامعه هم نامه عمل دارد. اما این که نامه عمل جامعه چگونه است یک بحث قرآنی است، من وارد نمیشم. از آیات متعدد قرآن استفاده میشه که ما علاوه بر مسئولیتی که شخصی داریم باید غذای حلال بخوریم، اخلاق حسن داشته باشیم، با همسرمان روابط مسئولانه را رعایت کنیم، فرزندانمان را درست تربیت کنیم، در کنار اینها در قبال جامعه هم مسئولیت داریم. یعنی قدر متیقن و اون چیزی که شک درش نیست ما در قبال جامعه به همون اندازه مسئولیت داریم که در قبال خانواده و افراد مسئولیت داریم. نمیشه ما بگیم خب حالا ما اهل سرقت نیستیم، دیگه کار نداریم به سرقتی که انجام میشه، ما چشم خودمون پاک است، به دیگرا کار نداریم، خانه ما، محیط شخصی ما امنیت داره، ما به فکر امنیت جامعه نباشیم. از منظر قرآن اینگونه فکر برخلاف وظیفه فکر کردن است. خیلی آیات قرآن به جامعیت به این موضوع ها پرداخته. ذالک من انباء القرى، به پیغمبر می فرماید انباء جمع نبا است، نبا یعنی خبر. در سوره مبارکه نبا اما یتساءلون عن النبا العظیم، خبر قیامت را خبر بزرگ معرفی کرده و پیغمبر می فرماید آنچه را بر تو نقل کردیم ذالک من انباء القرى، این سرنوشت قریه ها بود، سرنوشت ملت ها بود. منها قائم و حسید، دیدین گای گندم و جو برپاست، روی جوانه خودش ایستاده، درخت گای برقرار است، گای قطع میشه. خدا میفرماید بعضی از این جوامع قائم هستند، یعنی زندگیشان ادامه داره، امنیت دارن، رفاه دارن، عزت دارن، روابط دارن، برنامه دارن. و منها قائم، بعضی از این جوامع هنوز ماندگارن. و حسید، بعضی ها درو شدن، قطع شدن. ما هم باید یه کاری بکنیم که افراد، خانواده ها در جامعه روی پا باشن و هم برنامه ای را باید دنبال بکنیم که جامعه زنده باشد، عدالت، رفای همگانی، امنیت همگانی، درس خواندن و آموزش همگانی، ساخت و ساز و ترقی و تکامل همگانی.
و ما ظلمناهم ولکن انفسهم ولکن ظلموا انفسهم. سوره مبارکه هود آیات 101 میفرماید اینهایی که نابود شدن ما و اینا ظلم نکردیم، اینا خودشان به خودشان ظلم کردن. پس از قرآن استفاده می شود که نامه عمل جامعه غیر از نامه عمل فرد است. به این بحث اگر بپردازیم خیلی تخصصی میشه و وارد شدن در شرایط نماز جمعه ایجاب نمیکنه، اگرچه فضای نماز جمعه به لطف الهی یک فضای کاملا قرآنی و ویژه است، اما به مقدار که ایجاب میکنه بحث مهم و کلیدی ره که اینجا مطرح میکنم و به همه سفارش میکنم، مخصوصا به جوانان عزیزی که حضورشان در نماز جمعه عزت آفرین است و باعث شکوه و بالندگی این مراسم با افتخار هست، که با استفاده از نرم افزار و از فضاهای مجازی این مطالب را انتقال بدن، من معتقدم داروی درمان مشکلات اجتماعی ما همین مباحث است، مخصوصا در شرایط فعلی. یکی از موضوعاتی که قرآن با او به عمق و به جامعیت پرداخته است مسئله دوستی و دشمنی است. این بحث را با این ویژگی که الان دارم مطرح میکنم جزو عوامل تأمین امنیت جامعه میدانم و جزء عوامل ایجاد رفاه برای جامعه میدانم. دشمنی در قرآن گاه به عنوان یک امر واجب معرفی شده، ما باید با یک عده دشمن باشیم و الا جامعه امان امن نمیشه، واجب است با عده دشمنی کنیم و الا اقتصادمان خوب نمیشه، واجب است با عده دشمنی داشته باشیم و الا امنیتمان تأمین نمیشه. اما گاه دشمنی گناه است، دشمنی باعث از بین رفتن برکات میشه، درس تعطیل میشه، بهداشت تعطیل میشه، رفاه از بین میره، مهاجرت و آوارگی عوض آبادی به روح و روان مردم تزریق میشه و مردم به آوارگی رو میآورن. پس با یک عده باید دشمن باشیم و با عده باید دوست باشیم. دشمنی با کی واجب است؟ خیلی دقت بفرمایین، در آیات قرآن میفرماید دشمنی با منافق از ضروریات زندگی با عزت و آبرومندانه و با رفاه و با امنیت است. اگر در جامعه مسلمان ها با منافقین دشمن نباشند و منافق رو نشناسند، جامعه امنیت نخواهد داشت، وضع اقتصادی جامعه خوب نمیشه. سوره مبارکه منافقون به اعتبار که سوره قرآن است مبارک است، مستحب است در نماز جمعه هم سوره جمعه را بخوانه امام جمعه و هم سوره منافقونه، تا مردم با مفاهیم این دو سوره آشنا بشن. در سوره منافقون خدا از قول منافق نقل میکنه، میگه اینا گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله، و کسایی که دوروبر پیغمبر هستن به اینا پول ندین، تا اینا ذلیل میشن، تا اینا شهر رها کنن، دور پیغمبر خلوت کنن. اما خدا میفرماید عزت مال خداست، مال پیغمبر است، مال مؤمنینه، اما منافقا نمیفهمن. قرآن میفرماید با شیطان دشمنی کنین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا،
مسلمان وظیفه داره با شیطان دشمن باشه، و کسانی که حرف شیطان میزنن، کسانی که دنبال تعصب قومی هن، آقا من از فلان قومم باید این امتیاز داشته باشم، این حرف انسان است اما از آدرس شیطان است. حرف تعصب، حرف منطقه، اینا حرف شیطان است. من از همه عزیزانی که در نماز جمعه حضور دارن عذرخواهی میکنم، مخصوصا سلسله جلیله علما و روحانیت. این آیه ای که خداوند در سوره مبارکه فاطر فرموده، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن بگیرین. حالا از زمان پیغمبر، از پیغمبرهای قبلی، شما یک کسی رو پیدا کنین که یک پیغمبر، حتی پیغمبر اولوالعزم، گفته باشه این شیطان است، قیافه شیطان رو به ما نشان داده باشه. شیطان یعنی فکر شیطانی. اصلا یک کسی که دنبال ایجاد ناامنی است، دنبال ایجاد تعصب است، دنبال دشمنی است و دشمن سازی است، این تفکر، تفکر شیطان است. حالا عرض میکنم، خدا میفرماید دشمنی با شیطان و پیروان شیطان واجبه. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. این ضمیر مرجعش منافقونه یا منافقین، اینها دشمنن، فاحذرهم، از اینا دوری بکنین. قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه. من تأسف میخورم چرا کشوری که این همه طلبه داره، هزاران مولوی، هزاران طلبه حجت الاسلام در سراسر افغانستان، حوزه ها، دارالافاضه ها، مدارس دینی را رهبری میکنن، باید از نسخه های قرآن، از راهکارها و بیانات سعادت زا و عزت آفرین قرآن استفاده کنیم. چرا در این کشور روز به روز موج دشمنی به وجود می آید؟ این کشور باید دشمنای اصیلش بشناسه. شیطان، اندیشه های شیطانی، منافق و عناصری که دنبال بیرون کردن ثروت و فکر و ارزش ها از کشورن. چرا پزشکا، چرا ثروتمندها، چرا دانشمندان کشور رها کنن؟ یک مشکلی وجود دارد، این مشکله را باید حل کرد. نماز ما، جمعه ما، جماعت ما، درس ما، حفظ و بیان ما باید به یک هدف ساختن جامعه مورد تأیید و مورد قبول خداوند حرکت بکند. ببینین چرا خداوند پیغمبر ما را الگوی مطلق می داند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اما حضرت ابراهیم را در گفتارش و در موضع گیریش اسوه می داند. قد کانت لکم اسوه حسنه، الگوی زیبای شماست، فی ابراهیم، در ابراهیم خلیل، والذین معه، و کسانی که با ابراهیم بودن، اونا هم الگوی شما هستن. از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون. خیلی دقت کنن دوستان، میگوید در این کلام ابراهیم و در این موضع گیری ابراهیم و دوستان ابراهیم برای شما الگوست. ابراهیم به اقوامش که مسیر ابراهیم را قبول نداشتن فرمود ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم. ابراهیم الگوی ماست،
ما مکه میریم پشت مقام ابراهیم، بعد از طواف نماز میخوانیم، اما الگوگیری را فراموش کردیم. سوره مبارکه ممتحنه، اذ قالوا لقومهم، مسئله قومیت هنوز در افغانستان از دین، از قرآن جلوتر است. با این وضعیت دنبال امنیت و رفاه فکر کردن فکر ضعیف است، کاربرد نداره. ما باید نسخه های قرآن را جدا مورد توجه و عمل قرار بدهیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، شیطان میخواهد بین شما دشمنی ایجاد کند. اگر این جسارت را به خودم بدهم، هر جامعه ای که دشمنی زیاد است در اون جامعه رد پای شیطان است. در شهری که دشمنی فراوان است، فاصله ها زیاد است، به شکل یک کلی، یک قضیه کلی باید دنبال این رمزها بگردیم چرا اینقدر دشمنی زیاد است. شهر قرآنی، کشور قرآنی، جامعه اسلامی، جامعه مرفه، جامعه امن، جامعه همدل. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، دشمنی را بین شما به وجود بیاورد. والبغضاء علیه، هم دیگه حساسیت داشته باشن، بغض داشته باشن، کینه داشته باشن. فی الخمر والمیسر، گاه وسیله فریب شیطان قمار و شراب است، گاهی هم تعصب است، گاهی هم تنگ نظری است. همه اینها در ردیف هم هستند. زیاد معطل نکنم، خطبه طولانی نشود. پیغمبر فرمودن من به اندازه ای که از عبادت اوثان، ابراهیم خلیل هم فرمودن به همون اندازه ای که از پرستش بت‌ها نهی شدم، به همون اندازه از ایجاد دشمنی و کینه بین مردم نهی شدم. گاه پرستش بت از چوب و سنگ است که دیگه امروز خریدار نداره، گاه بت از شکل دیگری است. امیدواریم که به این نسخه ها توجه عمیق شود. پیغمبر فرمود ما اتان جبرئیل قد، تو هرگز نشد جبرئیل بیاید الا و اذنی، یک موعظه به من میکرد. فآخر قولی لی، آخرین سفارش جبرئیل به من این بود، ایاک و مشارت الناس فانها تکشف العوره. فرمود پیغمبر مواظب باش دشمنی بین مردم برانگیخته نشود، کینه بین مردم برانگیخته نشود، یک دیگر را علیه مردم حساس نکنین. فرمود که این باعث می شود آبروی جامعه برود، حیثیت جامعه لکدار شود، اختلاف حیثیت جامعه را پایین می آورد. من امیدوارم ملت بیدار شود، مردم آگاه شوند. ما دیگه تحمل دشمنی جدید را در کشور نداریم. مردم از هر حلقومی که فریاد دشمنی و کینه و ادامه جنگ و ناامنی بلند می شود، این حلقوم حلقوم شیطان است. ما به حاکمیت، به اداره، به نظام فعلی مثل یک
دلسوز مثل یک عضو خانواده سفارش میکنیم با تدبیر، با آینده نگری زمینه های دشمنی را در کشور بخوش کنن. هم امکانات و هم تجربه و هم آگاهی های من را برای رسیدن به یک کشور با رفاه و با عزت و با برادری به معنای واقعی کلمه در اختیار میگذاریم و آمادگی داریم. انما المؤمنون اخوه، میخواهیم یک کشوری نمونه و یک کشوری با تأیید و با نماد قرآن کنار هم دیگه داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه با عنوان ذکر و یاد خدا معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، این ذکر همه جانبه، این ذکر اجتماعی، این ذکر که گروه ها و جمعیت ها را در مسیر روشنی و در مسیر بصیرت و بیداری راهنمایی و رهبری می کند، هم حضور در این ذکر ثواب با ارزش و ویژه‌ای دارد، حج فقراست، و هم مسئولیت و وظایف سنگین و خطیر را عهده‌دار است. به همین جهت لازم است خطیب نماز جمعه موضوعات محوری و راهبردی را در نماز جمعه با مسلمین، با نمازگزاران و با مهمانان خداوند به مشارکت و گفتگو و مذاکره بگذارد تا راه‌های حل و زمینه‌های پیشبینی و دفع خطر و راه‌های رسیدن به رفاه، امنیت، عزت و پیشرفت را با هم پیدا کنند. یکی از مسائل مهم که سازمان ملل متحد هم به این قضیه به شدت پرداخته است، مسئله تهدید فاجعه است که کشور ما روبرو است، مواجه است و در واقع در این یک وضعیت، در وضعیت سخت و نابسامانی همه جانبه و کلان قرار گرفته است که جامعه جهانی و سازمان ملل برای مبارزه با این فاجعه انسانی یک کمک سنگینی را
از دنیا و از کشورها مطالبه کرده. حالا من به عنوان گزارش عرض میکنم و البته تذکرات اصلاحاتی هم در این راستا لازم است داشته باشند. کمک 5 میلیارد دلاری برای مبارزه با وضعیتی که کشور با او مواجه شده، 4 میلیارد و 400 میلیون برای داخل کشور و نزدیک 623 میلیون دلار برای مهاجرینی که از کشور بیرون رفتن و به کشورهای همسایه، نزدیک به 13 میلیون کودک در کشور در شرایط حاد قرار دارند، شرایط سخت دشوار. اینها به مرحله ای هستند که اگر به اینا رسیدگی نشود، سوء تغذیه اینها را از پا در می آورد. چرا کشور به این وضعیت برسه؟ وظیفه دنیاست، وظیفه کشورهاست، وظیفه قدرت هاست به همه ملت ها و به همه انسان ها کمک کنند. این کمک باید بشه. این تحریمی که در اثر تحولی که در کشور ما به وجود آمد، این تحریم باید شکسته شود. ما همیشه گفتیم و الانم میگیم، از مسئولین تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم استانداردها، ریتمها و نرمهای جهانی را باید رعایت کنند. آزادی بیان، گفتن حق یک ارزش است در کشور، در جامعه. نمیشود با ارزشها مبارزه کرد. پیغمبر اسلام فرمودند حق را بگو ولو به ضررت باشه. اینها نرم داره، اینها حامی داره، اینها را باید رعایت کرد. اما مردم نباید در تحت فشار این زد و بندهای سیاسی و اجتماعی این مقدار تحقیر شوند. به این حد امروز جامعه ما در شدت فشار و زبانم یاری نمی کنه بگویم تحقیر قرار داره. اینها باید جلوش گرفته بشه. زعما، مسئولین، حاکمیت، اینها بنشینن این معضل را و این مشکل را تدبیر کنن. قابل تدبیر است. لا یحب الله الجهر بالسوء، فریاد خوب نیست، اما اگر به کسی ظلم شود باید فریاد عدالت خواهی و احقاق حق به گوش جهانیان رسانیده شود. امروز شرایط سخت و ناگوار را جامعه ما و مردم ما دارن تحمل میکنن. باید این وضعیت تغییر بکنه. دستهای مرموز و منافعی که در کشور ما برای دیگرها دراز شده و حرکت پنهان و خزنده را برای رساندن منافع به دیگرها دارن انجام میدهن، اینها باید شناسایی شود. ملت و مردم باید با یک هدف و اونم حاکمیت قانون، عدالت، باید کنار همدیگه قرار بگیرد. این نکته اول. نکته دومی که باز هم خبر نگران کننده بود، خبری را که شما شنیدین در ولایت فاریاب، ما شاهد یک نوع در واقع ناهماهنگی هستیم. من همینجا به عنوان یک عضوی از این جامعه و با حمایت شما مردم در این مکان مقدس که الحمدلله افتخار داریم نزدیک 2 دهه همیشه از امنیت مردم، از حقانیت مردم حرف زدیم و زیر بار هیچ قدرتی و هیچ موقعیت منفی و در واقع توقع غیر
حقانه نبودیم، هم در حاکمیت‌های گذشته و هم در این دوره. من به عنوان یک کسی که بیداری جامعه را آرمانم قرار دادم عرض میکنم باید به این مسائل توجه شود، مسائل قومی، مسائل خونی باعث نشود شکاف بین حاکمیت به وجود بیاید. دشمنان ما این شکاف ها را کلان میکنند، اونا دنبال فتنه هستند. چشم فتنه را باید در آورد. نطفه فتنه را باید خشکان، باید ارزش ها را مد نظر گرفت، مسئولیت ها را بر اساس لیاقت ها باید داد. اگر مسئولین امنیتی ما، مسئولین اداری ما بر اساس لیاقت تنظیم نشود، نسخه دیگری از حاکمیت گذشته را ما شاهد خواهیم بود. به شکل یک برنامه کلی باید ارزش ها را مد نظر قرار بدهیم تا انشالله این امنیت ما ادامه پیدا کند. ما چون حامی امنیتیم، ما مثل همه سنگرداران در سنگر اعتقاد و امنیت قصد و هدف مقدس را دنبال میکنیم، به این مقوله ها میپردازیم. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یاداوری کن، یاداوری به نفع مؤمنان است. امید است که انشالله با تدبیر آینده نگری قضایا مدیریت شود. نکته آخری را که عرض کنم، امروز 11 جمادی الثانی است، صبح نه، شنبه نه، پس فردا یک شنبه مصادف است 13 جمادی الثانی با وفات ام البنین مادر قمر بن هاشم ابوالفضل العباس. اگرچه شنیدین، اما باز هم برای اینکه این مناسبت ها را مطرح کردن باعث نورانیت مردم می شود، باعث در واقع پیشرفت مردم می شود. خب زندگی زهرا و علی علیهم السلام استثنائی بود. خدا به پیغمبر فرمود اگر علی رو خلق نمی کردم، هم ترازو و هم وزن زهرا در روی زمین پیدا نمی شد. و زندگی استثنائی بود. حسن و حسین، زینب سلام الله علیهم اجمعین محصول این ازدواج مقدس بود که دنیا در مقابل عظمت این شخصیت ها خودشان را بدهکار می دانند. هیچ انسان آزاده پیدا نمی شود که خودش را مدیون حسین نداند. هیچ آزادی خواهی در دنیا پیدا نمی شود که به حرکت زینب با شگفتی و اعجاب نگاه نکند. زنی که با اون همه مصیبت وقتی از او سوال کردن، فرمود من جز زیبایی چیزی ندیدم. اما بعد از زهرا، بهترین امسر امیرالمؤمنین حضرت فاطمه ام البنین است. در سال 64، یعنی 4 سال بعد از حادثه کربلا، بعد از شهادت سید الشهدا و 4 فرزندی که از این مادر به دنیا آمده بود، اونها در کربلا به شهادت رسیدن. طبق نقل تاریخ این مادر در مدینه رحلت کرد، اما هنگام تشییع جنازش از فرزندانش کسی نبود. این مادر خیلی شخصیت داره، 4 تا پسر به دنیا آورد، یکی حضرت ابوالفضل عباس، یکی عبدالله، یکی جعفر، یکی عثمان. شاید آخرین فرزندش وقتی به دنیا آمد، امیر المؤمنین زنده نبود. اگرم بود من دقت نکردم. این یکی از فرزندهای بی بی سندش خیلی خورده. 20 سال بعد از شهادت امیر المؤمنین این مادر هر 4 فرزند دستور داد برین امرای حسین علیه السلام.
شما تصور بکنید زنی که زن بعدی امیرالمؤمنین است، بچه هایی داره، تمام امیدش این بچه هاست، به اینا دستور داد که همه تان برین در رکاب ابا عبدالله به شهادت برسید. خیلی ای بی بی مورد لطف و توجه اهل بیت علیهم السلام بود. خدا رحمت کنه مرحوم زین الدین عالم ربانی شهید ثانی متوفای سال 965 را می نویسد. این شهید ثانی صاحب این کتاب معروف شرح لمعه، شخصیت بزرگی است. ایشان می نویسد ام البنین از بانوان با معرفت و پرفضیلت بود. روز عید که می شد در اون سالهایی که زنده بود، امام معصوم می رفت عیدی کردن منزل ام البنین. وقت اهل بیت از کربلا برگشتن، از کوفه برگشتن، از شام برگشتن، این زینبی که این همه عظمت داره آمد خانه ام البنین. چون ارزش هایی که ام البنین دارد استثنایی است. این مجلل خیلی مقام داره. به محضر او آمدن شهادت شهدا را تسلیت گفتن. میدونین هر جامعه یک سخنگو داره. وقتی کاروان ابی عبدالله به سرپرستی حضرت سجاد و حضرت زینب علیهم السلام برگشت، یه سخنگوی را فرستاد. سخنگو باید آدمی زرنگی باشه. امروز هم سفارش ما این است که سخنگوها در هر جا که هستن بر اساس شایستگی باید انتخاب شوند. سخنگو باید خبرها رو خیلی حساب شده پخش بکنه، چه خبر خوش باشه چه خبر سنگین باشه. این سخنگو آدم زرنگی بود. وقتی وارد مدینه شد خیلی ها به استقبالش می آمدن. اما خودش متوجه است، میگه یک بانوی آمد کوه از وقار، کوه از بزرگی و عظمت آمد. گفتم کیه داره میایه؟ گفتن مادر ابوالفضل است. گفتم کیه؟ گفتن ام البنینه. این سخنگو مورد تایید امام معصوم بشری بن جزلم. وقتی سوال کرد از بچه ها، از کربلا سوال میکرد، این سخنگو خیلی باهوش بود، آرام آرام میخواست خبر بده. گفت فلان بچت به شهادت رسید. خیلی عادی بود. دومی را خبر داد، بازم عادی بود، میخواست آرام آرام بچه هاش خبر بده. سومی را وقتی نوبت رسید به ابوالفضل، فکر کرد خیلی بیتابی میکنه، باز آرام بود. صبرش تمام شد، گویا هر چهار پسر از دست داده، هیچ بی خیاله. فرمود اخبرنی عن الحسین، از حسین بگو. عظمت ام البنین ببینین. تا این سخنگو گفت که حسین کشته شد، سرش روی نیزه رفت، بدنش کربلا، سم اسبها بالاش حرکت داده شد، صدا زد قد قطعت نیات قلبی، گفت جگرم را پاره کردی با این خبر. فریاد زد اولادی و من تحت الخضراء، کلهم فداء لابی عبدالله، فرزندان من و همه انسانهای زیر آسمان سبز فدای حسین فاطمه، فدای ابی عبدالله. چرا؟ چون حسین کشتی نجات است. از این مادر باید درس بگیریم برای حمایت از حق، برای سرباز تربیت کردن، برای رسیدن به نجات و سعادت. ما این مصیبت را به محضر آقا و مولامان صاحب الزمان تسلیت عرض میکنیم. مصیبت ام البنین را، مصیبت این مادر مجلله را که اونقدر مقام پیدا کرد که مورد لطف و عنایت و حرمت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت. سالها می آمد کنار قبرستان وقیع چهار صورت قبر درست میکرد، گریه میکرد، به قدر گریه میکرد حتی سختترین انسانهای سختدل را مثل مروان که جرثومه از شقاوت بود، اینها را به گریه وامی داشت. این عزاداری و گریه تربیت است که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادند. خدایا مقام این مادر را
عالی است متعالی بگردان. همه ما را در قبال مادرانمان توفیق احترام و ادب عنایت بفرما. خدایا همه زنان و مادران جامعه ما را مورد تکریم و احترام قرار بده. امنیت کشور ما، همه جهان اسلام کامل تامین بگردان. حوائج مد نظری ها، ملتمسین دعا، مخصوصا عزیزانی که با حضورشان این فضای با عظمت را شکوه بخشیدن، برآورده به خیر بگردان. امنیت اسلام، امنیت افغانستان بیش از پیش تأمین بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.